به نام خدا. سلام دوستان، به قسمت سوم درس پایتون خوش آمدید میگم. خب شروع میکنیم. خب در این قسمت ما یک کتابی را در نظر گرفتیم ما یک کتاب های قسمت شکل باز دارم. از این به بعد از یک کتاب استفاده میکنیم. خب تا قسمت در ویدیوی قبلی تا یک قسمت رساندیم، بعد ازش میخونیم، از این کتاب استفاده میکنیم. خب پایتون وریبل تایپس. قبلا ما وریبل توضیح دادم که وریبل ها در پایتون خیلی ساده است، فقط شما یک نیم بری وریبلتان تعریف میکنین، بعد از او وریبلتان مساوی به هر مقداری که خودتان خواستین قرار داده میتونین. قسمی که در قسمت میبینین وریبل به نام کانتر دارین مساوی به 100 است، یعنی یک انتیجر، یک عدد صحیح به متغیر کانتر اساین شده، و همچنان به متغیری که به نام مایلز است یک عدد اشاری اساین شده، و همچنان متغیری که به نام نیم است یک متغیری که به نام استرینگ. و شما استرینگ چگونه میفهمین که یک استرینگ است؟ استرینگ وقتی که بیشتر از یک دانه کاراکتر باشه. فرض مثال جان در این قسمت میبینیم که 4 دانه کاراکتر است، J-O-H-N. پس خودی این 4 کاراکتر یک استرینگ گفته میشه، که معمولا استرینگ در داخل سینگل کوتیشن یک استرینگ باشه، در داخل سینگل کوتیشن گرفته میشه، و یا که در داخل دبل کوتیشن میگیریم، هیچ کدام فرقی نداره. مثلا اگر ای مساوی به ای داشته باشین، بی مساوی به بی داشته باشین، ولی میبینیم که ای مساوی به بی است یا نیست. در این قسمت مساوی نیست، چون به بی ما بی را قرار دادیم. اگر ای مساوی به ای بگیریم، بی هم مساوی به ای بگیریم، حال در صورتی که سینگل کوتیشن با دبل کوتیشن فرق نداشته باشه، ای مساوی به بی اگر بگیریم به ما ترو را برمیگردانه. میبینیم که سینگل کوتیشن با دبل کوتیشن کدوم فرقی نداره. خب و همچنان شما میتونین چندین متغیرتان با استفاده از یک مقدار، یعنی یک مقدار به چندین متغیرتان اساین کرده میتونین. فرض مثال A B C مساوی به 2، به این صورت نمیتونین اساین کنین، اما به این شکل میتونین اساین کنین که A مساوی به B مساوی به C مساوی به 5. ولی اگر ما پرینت کنم A B C، هر سه شان به ما 5 برمیگردونن. در حالت پرینت هم شما میتونین هر سه را پرینت کنین، با استفاده از یک کاما چی میکنین؟ جدا میکنین. میبینین هم 5 پرینت میکن، در A هم 5 است، در B هم 5 است، در C هم 5 است. خب اگر به این شکل بگیرین A B C، به این شکل باز وقتی از کاما استفاده کردین مجبور هستین به هر کدام مقدار منحصر به فردی را اساین کنین. از مثال به A 2، به B 3، به C 4، به این صورت میتونین. ولی اگر من A را پرینت کنم 2 را پرینت میکنم، اگر بی رپرن کنم 3 رپرن میکنه، اگر سی رپرن کنم 4 رپرن میکنه. خب
دیگه استاندارد دیتا تایپ در پایتون به 5 نوع است که نمبر است، استرینگ است، لست است، تپل است و همچنان دیکشنری است. خب اگر بخوایم از لست استفاده کنیم، خب پایتون استرینگ، استرینگ معمولا بیشتر از یک کاراکتر استرینگ میگه. عرض مثال str تغییر به نام str میسازیم و به این hello پایتون را ذخیره میکنیم. ولی اگر من str پرینت کنم hello، همون مقداری که به str اساین شده برای من پرینت میکنه، همون مقداری که به من اساین شده به متغیر str اساین شده امور را پرینت میکنه. خب به این قسمت ما اگر بگیرم str of 0 اولین کاراکترش را به من پرینت میکنه. میبینین که اولین str of 0 اینی از متغیر string of 0 یعنی اولین ایندکس شا پرینت کن. اگر بگیرم str of 3 به من ال پرینت میکنم، میبینین که ال پرینت میکنم. اگر بخوایم چندین دانش را پرینت کنم str of، میگم که از اول تا از صفرم تا اول، صفرم اول دوم سوم چهارم تا چهارم میشه پرینت کنم. میبینین که تا چهارم میشه پرینت میکنم، اول دوم سوم چهارم میشه پرینت میکنم. و اگر str بگویم که از هفتم تا نهم به من پرینت کن، از هفتم تا نهم به من پرینت کن، میبینی که وای و تیره به ما بر میگردانه، چون صف یک دو سه چهار پنج فاصله شش از هفتم که پی است. در این قسمت از چون از صفر شروع میشه از او خاطر هفتم وای در نظر میگیره، یعنی به این شکل میشه صفر یک دو سه چهار پنج شش و وای چندم میشه؟ هفتم میشه، از هفتم پرینت میکنه. اگر str of بگویم بعد از سوم تمامش اون پرینت کنم، به این شکل میتونم بعد از سوم تمامش اون پرینت کنم. شما به این شکل کار گرفته میتونین از string. دیگه پایتون less دارین. Let's are the most versatile of Python's compound data types. Less contains items separated by commas and enclosed within square brackets. To some extent, less are similar to R and C. One difference between them in that all the items belonging to the to a list can be of different data type. خب در این قسمت لست تعریف میکنه که میگه شما با استفاده از یک باکس برکت لستتون رو ساخته میتونین و با استفاده از یک کاما مقادیر لستتون رو جدا کرده میتونین، یعنی به شکل جداگانه مقادیرش مانده میتونین در یک لست. در ضمن مثال من یک متغیر به نام لست میسازم، بعد از او از باکس برکت استفاده میکنم، در اینجا من یک مقدار میمانم، کاما میمانم، مقدار دومی رو میمانم، تا میتونم استرینگ بانم بعد از این فرزن هلو، همچنان میتونم به شکل سینگل کوتیشن ورد به این شکل بانم ورد و هم
همچنان میتونم یک عدد اشاری رو بانم، حتی عددهای کمپلکس میتونم بانم، 5 بی 7 به این شکل میتونم بانم. و اگر من لست خود پرینت کنم، لست من دوباره چی میشه؟ پرینت میشه. یا ای که بگویم که پرینت لست، بازم میبینیم که لست به من پرینت میکنم. همه قسم در استرینگ هم که داشتیم در لست هم داریم. اگر بگیرم لست آف سیرو، برای من اولین مقدار لست که 12 است پرینت میکنم. و می شکل اگر لست آف بگویم که بعد از چهارم تمام میشن پرینت کن، بعد از چهارم که 12.5 است تمام لست ما را چی میکنه؟ پرینت میکنه. خب لست هم خیلی ساده بود، شما میتونین از لست به این صورت استفاده کنین. حتی شما میتونین لستتان دو برابر بسازین. فرزن پرینت 2 ضرب در لست. خب این قسمت اشتباه کردیم. لست دو مرحله چی میکنه؟ پرینت میکنه. خب دو ضرب در لست میبینیم که لست به دو مرحله، یعنی دو مرحله پرینت میکنه. یک بار میبینیم از 12.32 شروع میشه، باز هم از 12.32 دوباره چی میکنه؟ شروع میشه. به این شکل اگر من استرینگ که به نام هلو پایتون است اگر پرینت کنم دو ضرب در str، str مرا هم دو بار پرینت میکنه، یعنی ضربه دو میکنه به این قسمت. همچنان شما میتونید کانکتینت بسازین، یعنی یک جایی بسازین. خب دیگه تپل هاسته که شما از تپل استفاده میکنین. اولین فرق تپل هایی است که با لستی است که لست داخل باکس برکت گرفته میشه، اما تپل ها داخل پرانتز گرفته میشه. فرض مثال A مساوی به این شکل 3 2 1 3 3، به این شکل. ولی ار اگر پرینت کنین میبینین که تپلتان پرینت میکنه. لست قابل تغییر است اما تپل قابل تغییر نیست. فرض مثال ما لست of 0 که مقدارش 12 است مساوی اگر بسازم به 10، ولی اگر من لست خود پرینت کنم میبینین که به جای 10 به جای 12 10 قرار میگیره. اما اگر از تپل استفاده کنیم ببینین a of 0 3 است، اما اگر من a of 0 را یعنی ایندکس 0 رو میشه تغییر بتام مساوی قرار بتام به 7، این قسم یک کار کرده نمیتونم، چون در تپل اجازه نمیده که شما مقادیرش را تغییر بتیم، یعنی تنها رید اونلی است. خب اینا استاندارد پایتون دیتا تایپ بود، نمبر بود، استرینگ بود، لست بود، همچنان تپل و دیگه دکت است، دکشنری است. دکشنری اگر جاوا را خوانده باشین به مثل مپ میمونه، یعنی یک کی داره یک ولیو داره. به این شکل شما دکشنری را تعریف کرده میتونین. پایتون دکشنری است ار کایند اف
hash table type. They work like associative array or hashes found in Perl and consist of key value pairs. A dictionary key can be almost any Python type, but are usually number or string values. On the other hand, can be any arbitrary Python object. Dictionary are enclosed by curly brackets, and values can be assigned and accessed using square brackets. خب یعنی به مثل associative array میمونه dictionary. مثلا اگر پیش بی خونده باشین، ما سه نوع اره داریم که یک indexed اره داریم، associative اره و همچنان multidimensional اره داریم، که در این قسمت دیکشنری مثل امو associative اره است. فرض مثال مک اره می سازم، به جایی که صفر بانم به اینجا من یک نام میتونم، مثلا وان مساوی به یک. به این صورت خب می بخشین ما در قدم اول باید دیکشنری خود تعریف کنم. خب ای آف، یعنی به این شکل استفاده میکنین، اول یک دیکشنری چی میکنین؟ تعریف میکنین، بعد از اون میتونین بانین. مثلا مای دیکشنری به این صورت، حال یک دیکشنری چی شد؟ تعریف شد. حالا میتونین در مای دیک مقدار بدین، مای دیک آف یا دبل فرق نمی کنه، فان مساوی به یک، مای دیک آف دو مساوی به دو. اگر من مایدی که پرند کنم، میبینین که اول مساوی به یک است و دوم مساوی به دو است. پس شما پایتون دیکشنری تان به این شکل هم میتونین تعریف کنین، مایدیک مساوی به کرلی برکز باز میکنین. بعد از دقیق قسمت وان مقدارش یک به این شکلی که میبینین به اینجا، تو مقدارش دو به این شکل تعریف کنم میتونین. ولی اگر مای دیک میبینین که وان یک تو دو به ما چی میکنه؟ پرند میکنه. اگر پرند کنیم my dick of zero بیشک دیگه نمی باشه، شما بیشک نمیتونیم پرند کنیم، چون در این قسمت ما قبلا گفتیم که دیکشنری به شکل associative array است، یعنی indexed array نیست. پس میتونیم my dick of one به این شکل میتونیم پرند کنیم. میبینیم که یک چی میکنم؟ پرند میکنم. خب استاپ میکنیم، ادامه میتونیم.